چگونه روزه خود را از کاستی و کدورت پاک می کنی؟ چگونه شادی و خوشی را به فقرا و مساکین هدیه می کنی؟ و آنها را همانطور که خودت را در عید شادمان می کنی آنها را خوشحال می کنی؟ این روایت را تعمل کن از ابن عباس که می فرماید رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات پایان یافتن رمضان را فرض نمود تا وسیله پاک کننده برای روزدار از کارهای بیهوده و کلام ناپسند باشد که بر زبان رانده است و همچنین تامی برای فقرا و مساکین زکات فطر بر هر مسلمان و کسانی که تحت تکفل او هستند مانند همسر و فرزندانش ملزم است به شرطی که توانایی اضافی بر اطعام خودش و خانوادهش را در آن روز داشته باشد و زکات فطر مشروط بر داشتن حد نصاب مالی معینی نمی باشد به قدر واجب بر هر فرد برای زکات فطر یک ساع از حبوبات و مصرف روزانه ای که مردم با آن عادت کردند مانند برنج و خرما و عدس عن ابن عمر رضی الله عنهما که می فرماید رسول الله صلی الله زکات حکومت فیت را بر مرد و زن آزاد و برده کوچک و بزرگ از مسلمانان به ازای هر نفر یک ساع خرما یا یک ساع جو واجب نمود و امر کردن باید قبل از خارج شدن مردم برای نماز عید این زکات پرداخت شود و در آخرین غروب ماه رمضان واجب است پرداخت شود و بهتر است قبل از نماز عید آن را پرداخت کنند و مشکلی نیست به مدت یک روز یا دو روز قبل از عید آن را خارج کند یعنی از شب 28 رمضان چرا که بعضی از ماهای های هجری 29 یا 30 روزه می باشد و جایز نیست زکات را بعد از نماز عید به تأخیر بیندازد به هر کس زکات را روز عید خارج نکند گناهکار است الا اینکه عذری داشته باشد و واجب است غذای آن را انجام دهد پس با نفسی پاک و با احتساب اجر و ثواب برای پرداخت آن مبادرت کن چرا که الله میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید از آنچه به شما روزی داده این انفاق کنید پیش از آن که روزی فرار سد که در آن نخرید و فروشی است و نه دوستی و شفاعتی و کافران به سبب کفرشان همان ستمکارانند